برای بررسی بیشتر این موضوع دکتر علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره جامعه دندانپزشکی از تهران با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام عرض ادب. عرض سلام ما و بینندگان عزیزتون در خدمت. بزرگوارید. آقای دکتر، دلیل وضعیت نامطلوب بهداشت دهان و دندان در ایران چیه و چرا ایرانی ها این مسئله را جدی نمیگیرند؟ بفرمایید. البته من یک کمی صدای شما رو ولی متوجه سوالتون شدم، امیدوارم صدای بیاد و در واقع مفهوم بشه. بله بفرمایید. عرض خدمت شما که ببینین موضوع یک مسئله بسیار مهمی در واقع امراضی که به نوعی در واقع در بدن وجود داره، دهان محل غذاست و طبیعتاً میتونه باعث بسیاری از مشکلات بشه. نبودن در موضوع تکلم، بحث بل، بحث جویدن، درست دیگری که ممکنه به سبب فقدان که مثلا دیواری رو مخاطره به نور در واقع در دست بده. در کلیه کشورها در دنیا در دندان پزشکی یک موضوع پرهزینه و بسیار در واقع گسترده در واقع دولت ها عمدتا میان یک سرمایه گذاری پیشگیری انجام میدن و سعی میکنن با با به نوعی عرض به خدمت تربیت فرهنگ همچنین با دایر کردن مراکزی میتونه در همان چی جلوی مشکلات دیدن پزشکی رو بگیره این مسئله در واقع مقابله بکنن. پیشگیری بسیار بسیار که درمان هست. ما میتونیم در دنیا کشورهای اسکاندیناوی رو به عنوان موزه تلقی کنیم. متأسفانه اهمیت این موضوع نه برای اونچنان که باید شاید و نه حتی برای اونچنان که باید در واقع شناخته شده. توجه به این موضوع اونگونه که سالیان صورت نگرفته و متأسفانه از اینهایی که تو این بحث صورت گرفته ما هم سلامتمون رو در طی سالها به معنیداری بهبود ببرد. این مسئله مسئله مهم در واقع متاسفانه وقتی در دهان مردم بیاد بشه به تحت درمان و متاسفانه ناکافی بیمه در کشور ما و عدم توجه به این موضوع باعث شده نهای بسیاری از درمان های دندان پزشکی در واقع و از جیب مردم پرداخت بشه و همین وقتی که شرایط اقتصادی شرایط دشواری میشه چشه در واقع از میزان دریافت کم بشه و نهایتاً مردم که خب طبیعتاً کلات خودشون در واقع نتونن هزینه ها رو پرداخت کنن به تر در واقع از درمانهای دندانپزشکی رو یا کنار میگذارن یا اینکه در واقع زمانی سراغ اون میان که میخوان مثلا دندون رو به ولی ما در واقع عملا با یک موضوع که دندانهای زیادی به دلیل توجه به بهداشت پوسیده میشه به دلیل گران بودن هزینه نمیتونه در واقع مورد درمان قرار بگیره. پدیده‌ای در واقع مواجه هستیم که از دست دادن دندان‌ها رفتن است و طبیعتاً یک سری عوارض. آقای دکتر برای سالم نگاه داشتن دندان‌ها ساده ترین توصیه‌ای که میتونین داشته باشین چیه؟ بفرمایید. ببینید من در این مسئله‌ای که شاید کمتر بهش توجه دندان ها مسئله الگوی مصرف خود جدید باعث شده که
به صلاح فرسودها غذاهای چسبناک و شیرین و باعث شده علی‌رغم تلاش های دندان که نهادن به قدامت خیلی خوب نشه. من شما این هستش که به صلاح مردم عزیزمون به این مسئله باشن. بحث دومم رعایت بهداشت دهان و دندان هست. این بهداشت واقع بحث مهم در ارتباط با بهداشت مهم بدنه که طبیعتاً به همراه یک هم میشه. این مسواک زدن باعث میشه که سطوح دندان ها و همچنین حد فاصله بین دندان ها و دسته تمیز میشه. بعد از اون در واقع نخ دندان هست که نخ دندان خودش میتونه سطوح بین دندانی رو خوب تمیز بکنه و نهایتاً عرض به خدمت شما که استفاده از دهانشویی هایی که فلور کاهش میده و نهایتاً باعث میشه که پوستکی کم بشه. در ارتباط با بحث مسواک زدن هم ما توصیه‌مون حداقل اگر کسی باز هم برای دوبارش هم حداقل قبل از خواب و بعد از شام اگر این کار انجام به عمده ای از این مشکلات ما متاسفانه صدای آقای دکتر صداتون رو میشنویم، ادامه بدید. من صدای شما رو دارم. بله بله. من سوال آخرم ازتون میپرسم آقای دکتر، چه توصیه‌ای برای سلامت بهداشت دهان و دندان کودکان دارید؟ بفرمایید. آقای دکتر متوجه سوال من شدید؟ کودکان رو فرمودید، چه سوالتون چی بود؟ چه توصیه‌ای برای سلامت بهداشت دهان و دندان کودکان دارید؟ بله. ببینین من علاوه بر چون عرض کردم در حوزه پیشگیری، اولا از پوسیدگی های کودکان در واقع 3 ساله اول به دندان‌های شیری شروع میشه و دندان مهم هستن. بعضی فکر نکنن چون اینها میوفت در واقع ما بهش توجه نکنیم و در سنین 3 سالگی 4 در مسواک هایی که در واقع به صورت آموزش کودکانشون بسیار مهمه، دامه هم وقتی که سنشون بالاتر رفت آموز به مسواک زدن و مسئله خیلی باید مورد توجه بگیره، هر 6 ماه یک بار در پزشک دندون پزشک توی دندون های ابتدای مراحل پوست ابتدای مسیرش هست هم جایی داره. البته اون چه که به نظر تأکید بیشتری قرار بگیره بحث بحث هست، بدونیم که استفاده از در واقع دواشک ها، اسنک ها و وسائلی که به شدت پسماندگی عرض به خدمت شما که برای پوسیدگی در واقع میتونه خیلی افزایش دهنده باشه. اما نکته مهمه که اگر همین مصرف بلافاصله بعد زده بشه، امیدواریم که در واقع این اون باشه که دندان اول آسیا در واقع که دندان دائمی هست در دهان کودکان ما در واقع پیدا میشه، بنابراین تصور نکنیم که این دندان در بنابراین مراقبت ها رو اگر شلو انجام بدیم از نیازهای درمانی در آینده کاهش. بله سپاسگزارم از شما آقای دکتر علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره جامعه دندانپزشکی از تهران با ما همراه بودند.